یک سری تصاویر خیلی با کیفیت، البته برای اولین بار در برنامه ما، از ارسال کاوشگر پیشگام به فضا تهیه کردیم. این تصاویر رو با هم ببینیم، برمیگردیم. آقای دکتر توضیح بفرمایید، در توضیح با این تصاویر میخوام. بله، این تصویری که میبینیم سمت چپ چهار تا دوربین داخل کاوشگر رو نشون میداد که الان تصویر بزرگ شد و اون چهار دوربین رو از نزدیکتر میبینیم. تصویر بالا سمت راست در واقع رو به پایین نشون میده که زمین رو در دیدگاه خودش داره. اون دودی که از آخر کاوشگر داره میاد بیرون به خاطر نیروی پیشرانی است که داره ایجاد میشه. دوربین بالا سمت چپ مربوط هست به آسمان که بیشتر خورشید رو نگاه میکنه. دوربین پایین سمت چپ در واقع خود موجود رو داریم. پایین سمت راست زیر دماغه بود که بعد از کنار رفتن دماغه الان ما بالا رو میبینیم. در اون لحظات دماغه جدا شده بود، الان موتور هم جدا شده که در تصویر بالا سمت راست ما لحظات دیگر موتور رو که جدا شده در پس زمینه کره زمین که کروی بودنش رو هر کس که باور نداشته لااقل میتونه در این تصاویر ببینه، الان بازگشت در واقع کاوشگر به زمین رو شاهد هستیم و خب ارتعاشات و تکانهایی که در شرایط سخت بازگشت هست. آماده هست در واقع پس از لحظاتی که چتر باز بشه، میبینیم در تصویر پایین سمت راست که چتر تناپاش آزاد شده و اولین چتر مجموعه عمل کرده. بعد از این مرحله چتر که چتریست با حالت ریبون دار و خیلی تخلخل بالایی داره، سرعت رو کاهش میده. بعد دو تا چتر بزرگ اصلی کاوشگر باز میشن که الان در تصاویر اونها رو میبینیم و سرعت رو تا حد مطلوب کاهش میدن. بسیار خوب. در توضیحاتتون اشاره کردین آقای دکتر به کپسول زیستی که براش طراحی کردن و میدونم که زمان زیادی برده بود. چقدر به این کپسول زیستی اطمینان داشتین که درست عمل کنه؟ کپسول زیستی رو ما باید بارها تست بکنیم، هم از نظر نشتی چون شرایط فضا شرایط خلا هست و نباید اجازه بدیم که در واقع موجود اکسیژنش رو از دست بده. در کنار این یک سامانه تبدیل دی اکسید کربن خروجی که در محیط وجود داره و تبدیلش به اکسیژن رو داشتیم که این هم بارها تست شده بود. ارتعاشگیرهای متعددی در زیر اجزایی که در این کپسول بودن وجود داشت. خود موجود تختش به یک ارتعاشگیر قوی وصل است که در لحظاتی که تکانهایی وجود داره این رو به حداقل میرسونه. سنسورهای متعدد برای ثبت علائم حیاتی، در واقع نواری بر روی سینه موجود برای اینکه بتوانیم ضربان قلب این موجود رو دریافت کنیم وجود داشت. همه اینها تک تک تست شده بود بارها در شرایط مختلف، در شرایط شبیه سازی شده محیط فضا و خب ما مطمئن بودیم که اینها عمل خواهد کرد با توجه به تستایی که انجام داده بودیم. خب دوباره یه سری تصاویر زارن. بله داریم میبینیم آقای دکتر، راجع به این تصاویر هم توضیح بفرمایید. میخواد شما توضیح من ببینم تصاویر هنوز با تصاویر بله. خواهش میکنم. بله خود شما آقای دکتر من بله این تصاویر فکر میکنم لحظاتی است بعد از این که مجموعه فرود اومده بر روی زمین و خب میبینیم در تصویر که بر روی سطح خاک زمین فرود اومده. سمت چپ تصویر بیرونی است که بالگرد داره حرکت میکنه به سمت این محوطه و دوستان ما سعی دارن که برسن بر سر این محموله و بتوانن پیشگام رو از درون کاوشگر خارج بکنن. این که یک کمی چرخش در خود حالت پیشگام میبینیم به خاطر اینه که در لحظه برخورد دوربینی که بالای سر موجود هست یه مقدار به سمت راست حرکت کرده، ما پیشگام رو یکم سمت چپ میبینیم. علتش یک کمی تغییر مکان دوربین هست. الان صحنه بیرونی رو میبینیم که دوستان دارن نزدیک میشن به این مجموعه و خب یواش یواش در دوربین های خود مجموعه هم ظاهر خواهند شد. الان اگر که مشاهده بکنید از هم بیرون و هم از داخل کپسول ما میتونیم مشاهده بکنیم که همکاران ما رسیدن و آماده هستن که موجود زنده رو از کپسول خودش خارج بکنن. این دقیقا شواهد تصویر برداری شده ما از صحنه هایی است که
عملیات پیشگام با موفقیت کامل انجام شد. واقعا لحظه غرورآفرینیه. این غیر قابل انکار هست این تصاویر، و حقیقتش من خودم هم غافلگیر شدم، چون تازه امروز دوستان ما از در واقع کامپیوتر پرواز استخراجش کردن و من هم اولین بار بود که دیدم. خوشحالم که برای اولین بار در برنامه ما آقای دکتر این تصاویر رو دیدید. و این چیزی که اونها نمیتونن انکارش کنن، یعنی اهل فن اگر در واقع صادق باشن، انصاف داشته باشن، با دیدن این تصاویر دیگه نمیتونن تشکیک بکنن، بگن که ما نمیدونیم واقعا این کار رو ایرانی‌ها انجام دادن یا نه.